سلام بچه ها، به بی اس گیم شو خیلی خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم تا 10 تا از آسون ترین دریبل های بازی فیفا 22 رو به شما آموزش بدیم. اصولا دریبل ها در بازی های ورزشی مثل فیفا به دو دلیل فقط زده میشن، یا برای اینن که کار ما رو راحت تر بکنن، یا فقط برای تحقیر حریف زده میشن و وای به حال روزی که به کسی بخورید که دریبل زدن بلد باشه، اونقدر با توپ بازی میکنه که تا آب توپ رو در نیاره ولش نمیکنه. این شما و این 10 تا از ساده ترین دریبل های فیفا 22. شماره 10، رولتی یا همون دریبل زیدانی خودمون. این دریبل نزدیک به 17 ساله که در مجموعه بازی های فیفا وجود داره و هنوز جزء کاربردی ترین و بهترین دریبل های این بازی به شمار میره. زمان زدن و نحوه استفاده از این دریبل ساده است و شما هر موقع احساس کردید بازیکن حریف به شما نزدیک شده، این دریبل رو بزنید و به راحتی ازش رد بشید. و در مواقعی که مدافع حریف تکل میزنه، شما میتونید با زدن این دریبل هم دورش بزنید هم تحقیرش بکنید. حالا برای زدنش آنالوگ سمت راست رو یه نیم دایره باید بچرخونید. شماره 9، بال رول. خب رسیدیم به یکی دیگر دریبل های کلاسیک فیفا. این دریبل در واقعیت هم خیلی خیلی مورد استفاده همه بازیکن‌ها قرار میگیره. شکل این دریبل خیلی ساده است ولی بسیار کاربردیه و در هنگام زدن این دریبل فقط کافیه آنالوگ سمت راست رو به بالا یا پایین نگه دارید، ولی باید خیلی دقت کنید که زمان بندی برای این دریبل خیلی خیلی مهمه و میتونید این دریبل رو با دریبل های دیگه ترکیب بکنید و یه دریبل خیلی قشنگ ازش بسازید و حریف خودتون رو تحقیر بکنید. شماره 8، دبریج. این دریبل یکی دو سال پیش به بازی اضافه شد و خیلی زود محبوب شد چون خیلی خوب بود. در این دریبل توجه کنید تو تصویر تنظیمات دسته روی آلترنیت قرار داره و برای زدنش شما باید دکمه رو بزنید که باهاش سرعت میگیرید و فقط کافیه اون دکمه رو دو بار بزنیدش. از این دریبل هم میشه به عنوان لای زدن استفاده کرد، هم میشه دریبل دو طرف زد. این دریبل پارسال به اوج رسید و در سالهای قبل از اون نمیشد زیاد با این دریبل بازی کرد و کنترلش کرد، اما در سال قبل بود که به اوج رسید و خیلی خیلی کاربردی شد. شماره 7، لاک روکتا یا همون یه پادو پای خودمون. این دریبل هم در فیفا 19 به بازی اضافه شد و یکی از ساده ترین دریبل های بازی به شمار میره. برای زدن این دریبل شما باید زمان بندی مناسبی داشته باشید و هر موقع که مدافع بهتون به قدر کافی نزدیک شد اون رو بزنید. برای زدنش کافی L1 رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست رو به سمت بالا یا پایین ببرید، و یا میتونید برعکس هم انجامش بدید، یعنی L1 رو بزنید و آنالوگ سمت راست رو نگه دارید، هر طور که راحت ترید. شماره 6، اوپن آف فیک شات. این دریبل هم در دنیای واقعی بیشتر توسط کیلیان امباپه زده میشه و انیمیشن های اون راحت میتونه حریف رو فریب بده و یه مقداری هم ترسناک به نظر برسه براش. با این حرکت حتی میتونید دروازه‌بان رو هم دریبل بزنید، پس تحقیر آمیز هم به حساب میاد. برای زدنش L1 رو نگه دارید و یه سر توپ بزنید، بعد آنالوگ سمت چپ رو به هر سمتی که خواستین بگیرید. شماره 5، استپ اوورز یا پا عوض کردن. این دریبل در دنیای واقعی همونطور که هممون میدونیم بیشتر توسط کریس رونالدو استفاده میشه و با این دریبل تقریبا همه رو مات و مبهوت خودش میکنه و اونقدر سریع این کار رو انجام میده که حتی وقتی اسلو موشن دریبلش رو میبینیم بازم سریعه. نحوه استفاده ازش هم ساده است و میتونید هم باش مدافع ها رو جا بذارید، هم دروازه‌بان رو دریبل بزنید، یا در کسری از ثانیه مسیر خودتون رو عوض بکنید. و برای زدنش آنالوگ سمت راست رو اونجوری که تو تصویر میبینید بچرخونید و هر موقع خواستید از هر سمتی خارج بشید آنالوگ سمت چپ رو به اون سمت ببرید.
شماره 4 استندینگ فیک شات. این دریبل هم خیلی خیلی ساده است و فقط برای زدنش کافیه دو تا دکمه رو بزنید و میتونه حریف شما رو سورپرایز بکنه و شما هم میتونید با این حرکت خودتون رو برای دریبل بعدی آماده بکنید. برای زدنش کافیه سر توپ ساده بزنید و دست از حرکت کردن بکشید و توجه داشته باشید که هنگام زدنش نباید هیچ دکمه رو نگه دارید. فقط آروم آروم باید با آنالوگ سمت چپ حرکت بکنید و بعد که این دکمه رو زدید دست از حرکت کردن بکشید. شماره 3 فلیک آپ. این دریبل در زمانی باید زده بشه که شما 3 هیچ جلو هستید و میخواید کار له کردن حریفتون رو انجام بدید و به نوعی تحقیرش کنید، اما در مواقع دیگه هم استفاده میشه و اگر به درستی بهش جهت بدید میتونید مثل دیگو آرماندو مارادونا کل زمین رو دریبل بزنید و توپو به تور دروازه بچسبونید. برای زدنش کافی یه بار آرسه رو به داخل فشار بدید و وقتی توپ بالا اومد آنالوگ سمت راست رو به هر سمتی که خواستید ببرید. شماره 2 رینبو فلیک. این دریبل خب یه ذره نمایشی تره و میتونه یه ذره سخت‌تر باشه و باید توجه بکنید که این دریبل نسبت به دریبل‌های قبل بازیکن بهتری رو می‌طلبه، یعنی باید بازیکن شما حداقل اسکیل مووز 4 ستاره رو داشته باشه تا بتونه این دریبل رو بزنه. برای زدنش کافی آنالوگ سمت راست رو یه بار به عقب و دو بار به جلو بکشید و این دریبل زده میشه و زمان بندی هم تو این دریبل خیلی خیلی مهمه و اون رو می‌تونید با همون فلیکاپ ترکیب بکنید و دروازه حریفتون رو باز بکنید. شماره 1 الاستیکو. اما میرسیم به زیباترین دریبل این ویدیو که بهترین بازیکن‌های دنیا اون رو میزنن و بیشتر این دریبل با رونالدینیو شناخته میشه. برای زدن این دریبل هم باید از بهترین بازیکن‌های دنیا استفاده بکنیم، بازیکن‌هایی که اسکیل مووز کامل یا همون 5 ستاره داشته باشن، بازیکن‌هایی مثل کریس رونالدو، نیمار، امباپه و با مسی نمیتونید بزنیدشون. تا جایی که یادم مسی اسکیل مووز 4 ستاره داشت و برای زدنش کافیه فقط یه نیم دایره آنالوگ سمت راست رو بچرخونید. خب بچه ها این بود از ویدیو امروز. اگر دوستش داشتید و باهاش تونستید حداقل یه نفر رو دریبل بزنید لطفا لایک کنید، از همه مهمتر سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو بزنید و تا ویدیوی بعدی فعلا پیس اوت.